سکر و تازاکی بی رنگ و سالهای زیارتش نوشته ی هاروکی موراکامی ترجمه امیر مهدی حقیقت با صدای هلیا مقصودی قسمت سوم آخر ماه مه پیش از شروع تابستان در یک آخر هفته که تعطیلاتی طولانی داشت سه روز به ناگویا برگشت خانوادهش برای پدرش مراسم یاد بوده بودایی گرفته بودند و فرصت خوبی بود که سری به آنها بزند. از بعد مرگ پدرش خواهر بزرگتر سوکورو و شوهرش با مادر زندگی می کردند در خانه درندشت. ولی اتاق قدیم سوکورو دست نخورده و خالی مانده بود. برای همین سوکورو به اتاق خودش رفت. تختش، میزش و کتابخانهش مثل آن سالها بود که به دبیرستان می رفت. قفصه کتابهایش پر از کتابهای کهنه بود و کشوهایش پر از خودکار و دفترچه های دوران پسریش. مراسم یاد بود همان روز رسیدنش برگزار شد. در معبد. بعد هم به بستگانشان غذا دادند که فرصتی بود با خانوادهش معاشرت کند. فردای آن روز وقتش به کلی خالی بود. تصمیم گرفت اول برود آو را ببیند. یک شنبه بود و یک شنبه ها بیشتر فروشگاه ها معمولا تعطیل بودند ولی نمایشگاه ماشین های صفر کیلومتر نه. و تصمیم گرفته بود سرزده سراغ دوستهایش برود. میخواست ببیند وقتی او را می بینند واکنش واقعیشان چیست. بی این که به آنها فرصت بدهد از لحاظ ذهنی خود را آماده دیدنش کنند. اگر سراغشان میرفت و موفق نمیشد ببیندشان یا اگر آنها حاضر به دیدنش نمیشدند باید کنار میامد. اگر راستی راستی کار به اینجا می کشید به راه دیگری فکر می کرد. سالن نمایشگاه لکسوس در محله بی نزدیک کاخ ناگویا بود. لکسوس های رنگ و وارنگ و لوکس ردیف به ردیف پشت ویترین های عریض شیشه ای. همه مدل بود از اسپورت تا شاسی بلند. وقتی پا گذاشت تو بوی مخصوص ماشین نو به سمتش هجوم آورد. ترکیبی از بوی تایر و پلاستیک و چرم نو. سکرو سمت زن جوانی رفت که پشت میز پذیرش نشسته بود. زن موها را با زرافت بالای سرش بسته بود و گردن باریک سفیدش پیدا بود. یک گلدان کوکب بزرگ صورتی و سفید میز را آراسته بود. سکرو به او گفت میخوام آقای اومی رو ببینم لطفا. زن لبخند آرام و متینی زد که به این نمایشگاه پرنور و تمیز و بیکم و کاست می آمد. لبش پرده ای طبیعی داشت. دندانهایش یک دست و مرتب بود. آقای اومی حتما قربان شما آقای تازاکی آقای تاساکی امروز با ایشون قرار ملاقات داشتین؟ سکرو تلفظ اشتباه اسمش را اصلاح نکرد. آدمها زیاد این اشتباه را میکردند این اشتباه حالا از قضا به کارش هم میآمد نه متاسفانه که اینطور اگه لطف کنید یه لحظه به من اجازه بدید زن دگمه خط داخلی تلفنش را فشار داد و حدود پنج ثانیهی منتظر ماند. بعد گفت آقای اومی یه مشتری به اسم آقای تاساکی اینجا اومدن که شما رو ببینن. بله درسته آقای تاساکی. سکرو نمی شنید. کسی که پشت تلفن بود چه میگوید. فقط جوابهای کوتاه و بریده زن را می شنید. بالاخره زن گفت بله قربان بهشون میگم. گوشی را گذاشت و به سکرو نگاه کرد. آقای تاساکی متاسفانه آقای اومی الان گرفتارن و نمیتونن بیان. خیلی متاسفم ولی میتونم ازتون بخوام منتظر بمونید. ایشون گفتن ده دقیقه بیشتر طول نمیکشه. زن ملایم حرف میزد و پیدا بود خوب آموزش دیده و تعارف های ژاپنی را خیلی بیعیب و نقص به زبان می آورد. انگار از ته دل پوزش میخواست که مجبور شده از سکرو بخواهد منتظر بماند. پیدا بود تحصیل کرده است. شاید هم صرفا طبیعتش اینجور بود. سکرو گفت ایرادی نداره. من عجله ندارم. زن او را به سمت کاناپه چرمی سیاه مجللی راهنمایی کرد. کنارش یک گلدان دکوری بزرگ بود. در پس زمینه آهنگی از آنتونیو کارلوس ژوبین پخش میشد. روی میز شیشه یک کوتاه باریک یک دست کاتالوگ تمام گلاسه از ماشین های لکسوس گذاشته بودند. قهوه یا چای میل دارین؟ یا شاید چای سبز؟ سکرو گفت قهوه خوبه. همانطور که کاتالوگ سواری های جدید لکسوس را ورق میزد زن برایش قهوه آورد. در فنجان خامه رنگی که رویش آرم لکسوس بود. سکرو از او تشکر کرد. قهوه خوشمزه بود، عطر تازه ای داشت و داغیش کاملا اندازه بود. سکرو خوشحال بود که تصمیم گرفته کت و شلوار بپوشد با کفش چرم درست و حسابی. نمیدانست آدمهایی که میآیند لکسوس بخرند چه سر و وضعی دارند ولی اگر با پیراهن و جین و کفش ورزشی میآمد ممکن بود او را جدی نگیرند درست پیش از اینکه از خانه بیرون بیاید نظرش عوض شده بود و کت و شلوار و کراوات پوشیده بود یک ربعی منتظر ماند و در این یک ربع با انواع مدل‌های لکسوس آشنا شد فهمید که لکسوس روی مدل های مختلفش اسم نمیگذارد برعکس تویوتا که مدل‌هایش اسم داشت بلکه در عوض برای تمایز مدل ها از شماره استفاده می کند مثل مرسدس بنز و بی ام و و های برامز سرانجام سر و کله مردی قد بلند پیدا شد از ته سالن نمایشگاه سمت سکر رو آمد. شانه های پت و پهنی داشت و مصمم راه می رفت جوری که انگار به آدم های دوروبر خبر میداد که قرار نیست برای رفتن از نقطه الف به نقطه ب وقتی را تلف کند. بی برو برگرد خود آو بود. حتی از دور هم کم و بیش همان بچه دبیرستانی سابق بود. کمی بزرگتر شده بود فقط همین. مثل خانه ای که با بزرگ شدن خانواده برایش بنای اضافی بسازند. سکرو کاتالوگ ها را گذاشت روی میز و از روی کاناپه بلند شد. ببخشید معطل شدین. اسم من امیه. آو رو به روی سکرو ایستاد و تعظیم مختصری کرد. کت و شلواری که هیکل بزرگش را قاب گرفته بود، او توی خوبی داشت بدون حتی یک چین و چروک. کت و شلواری اعلا به رنگ آبی توسی با پارچه سبک. با هیکلی که داشت قاعدتا سفارشی دوخته شده بود. پیرهن توسی روشن و کراوات توسی سیر این ترکیب لباس را کامل می کرد. یاد سر و آو در دبیرستان افتاد و جا خورد از اینکه دید اینقدر خوشپوش شده. با این حال موهایش همان موها بود. مدل دورکوتاه راگبی بازها و مثل سابق هم حسابی آفتاب سوخته بود. سکرو را که دید قیافش به فهمی نفهمی عوض شد. شکی خفیف در چشمهایش برق زد انگار در صورت سکرو چیزی دیده باشد ولی درست یادش نیاید چی. لبخند زد. حرفش را خورد و منتظر شد سکرو حرف بزند. سکرو گفت خیلی گذشته. همین که صدای سکرو را شنید پرده شکی که بر صورتش افتاده بود کنار رفت. صدای سکرو اصلا عوض نشده بود. چشمها را تنگ کرد و گفت سوکورو سر تکان داد. ببخش که همینطوری یهو اومدم سر کارت ولی فکر کردم بهترین راه همینه. آو نفس عمیقی کشید. شانه هایش بالا رفت. بعد آهسته نفسش را بیرون داد. سراپای سکرو را ورانداز کرد انگار بخواهد بازرسیش کند. نگاه ماتش از بالا تا پایین رفت بعد دوباره تا بالا آمد. آو گفت باورم نمیشه اینقدر عوض شدی. به نظر می رسید سخت جا خورده. اگه توی خیابون از کنارت رد می شدم نمی اما تو اصلا عوض نشدی. آو لبهای پهنش را یک طرف کچ کرد. نه امکان نداره من چاق شدم. الان یه شیکم به این گندگی دارم. دیگه نمیتونم بدوم. تنها چیزی که از پسش برمیام ماهی یه بار گلف بازی کردن با مشتری هست. لحظه هر دو ساکت ماندند. آو انگار بخواهد مطمئن شود گفت نیومدی اینجا که ماشین بخری. درست میگم؟ درست میگی. نیومدم ماشین بخرم. اگه وقتت آزاده میخوام حرف بزنم. فقط خودمون دوتا حتی شده خیلی کوتاه. آو اخمی مختصر و مردد کرد از همان موقع که سکرو می شناختش هر احساسی که داشت خیلی واضح در صورتش پیدا میشد. امروز برنامه کاریم خیلی فشرده است با چند تا مشتری قرار دارم بعد از ظهرم جلسه دارم یک وقتی رو که برات مناسب باشه بگو. هر وقتی رو بگی من مشکلی ندارم. برای همینه که برگشتم ناگویا. آو برنامه کاریش را در ذهن مرور کرد. نگاهی به ساعت دیواری انداخت. ساعت یازده و نیم بود. نوک دماغش را به شدت خاراند بعد انگار تصمیم قطعی گرفته باشد گفت خب باشه من نهارم و ساعت دوازده میخورم. میتونم نیم ساعت ببینمت. اگه از اینجا بری بیرون و بپیچی دست چپ ته خیابونی کافه استارباکس میبینی. اونجا میبینمت. آو پنج دقیقه به دوازده توی استارباکس پیدایش شد. گفت اینجا خیلی پر سرسده است. بیا یه چیزی بگیریم بریم یه جای دیگه. برای خودش کاپوچینو و کلوچه سفارش داد. سکرو یک بطری آب معدنی خرید. قدم زنان به پارک آن حوالی رفتند و روی نیمکتی خالی نشستند. آسمان را لایه نازک ابر پوشانده بود و هیچ جایش آبی نبود. گرچه به نظر نمی رسید بخواهد باران بگیرد. باد هم نمی آمد. شاخه های درخت بید نزدیکشان را برک های پرپشت سنگین خم کرده بودند. شاخه ها تقریبا به زمین رسیده بودند ولی نمی جنبیدند و انگار در فکری عمیق غرق شده بودند. هرازگاه آزگاه کوچک لرزان لرزان روی شاخهی فرود می آمد. ولی خیلی زود منصرف میشد و پر میزد و میرفت شاخه بید مثل فکری پریشان اندکی میلرزید بعد دوباره به سکون سابقش برمیگشت آو گفت وسط حرفمون ممکنه موبایلم زنگ بزنه امیدوارم ببخشی چند تا مسئله کاری دارم که درگیرشونم. ایرادی نداره. حتما سرت خیلی شلوغه. آو گفت موبایل از بس که وسیله راحتی اسباب درد سر شده. خب بگو ببینم ازدواج کردی؟ نه. هنوز مجردم. من شیست سال پیش زن گرفتم. الان یه بچه دارم. یه پسر سه ساله. یکی دیگه هم تو راهه و خانومم روز به روز گنده تر میشه. موعد زایمانش آخر تابستونه. این دفعه یه دختر. سکرو سرتکان داد. پس زندگیت روی قلطک افتاده. نمیدونم. با غلتک یا بی غلتک. ولی دست کم پیش میره. یه جور دیگه هم میشه گفت. دیگه برگشتی در کار نیست. تو چی؟ سکرو گفت بدک نیستم. از کیف پولش کارت ویزیت درآورد و داد به آو. آو کارت را گرفت و بلند بلند خواند. شرکت آهن، بخش ساخت و ساز، اداره تجهیزات. سکرو گفت بیشتر توی کار احداث و پشتیبانی ایسگاه های غطاری. او تو همیشه از ایستگاه های قطار خوشت می اومد نه؟ انگار تحت تاثیر قرار گرفته بود یک هورت از کاپوچینویش خورد. که اینطور پس کاری رو می کنی که دوست داری؟ ولی برای خودم کار نمی کنم. برای جایی کار می کنم. پس نمیتونم هر کاری دوست دارم بکنم. کلی کار خسته کننده هم هست که مسئولیتشون با منه. آو گفت همه جا همینه. تا وقتی برای کسی کار میکنی کل کار بی خودی هم روی دوشت هست. چند بار سرش را تکان داد. انگار یاد مثال افتاده باشد. خب لکسوسا خوب فروش میرن؟ بد نیست. اینجا به هر حال ناگویاست زادگاه تویوتا تویوتا تبلیغ لازم نداره خودش خودشو میفروشه ولی رقیب ما الان نه نیسان نه هوندا ما مصرف کننده هایی رو هدف میگیریم که ماشین وارداتی درجه یک میخرن مرسدس بی ام و. اون وقت همه زورمون رو میزنیم که تبدیلشون کنیم به مشتری لکسوس برای همینه که تویوتا الان یک محصول عمده زده. ممکنه طول بکشه ولی مطمئنم که جواب میده. سکرو گفت باختن تو کار ما نیست. یک لحظه حالت غریبی از صورت آو گذشت. بعد نیشش باز شد. آها اون نطقای پرشور من سر راگبی. چه چیز عجیبی یادت مونده؟ تو خوب بلد بودی روحیه بدی. آره ولی بیشتر وقتا می باختیم. راستش چرخ کاسبی می چرخه. البته وضع اقتصادی هنوز خرابه ولی پولدارا هنوز پول توی دستشون دارن. یه جوری پولاشون رو چسبیدن که آدم میمونه. من خودم یه مدت لکسوس سوار می شدم. ماشین معرکه ایه. آروم هیچ وقت تعمیر نمیخواد. یه بار یه مشتری رو بردم تست سرعت. 125 مایل در ساعت رفتم. فرمون تکون نخورد. نه لرزشی نه چیزی. ترمزش قرص. ماشین درجه یکیه. خوبه که آدم بتونه چیزی رو به مردم بفروشه که خودش هم قبولش داره. من هر قدرم خوب حرف بزنم بازم اگه خودم چیز رو دوست نداشته باشم هیچ وقت نمیتونم بفروشمش. سکو رو قبول داشت. آو یک راست توی چشمهایش نگاه کرد. حتما الان دارم عین دلالای ماشین حرف میزنم نه؟ سکرو گفت نه فکر نکنم. میدانست که آو رو راست حرف میزند. ولی در هر حال توی دبیرستان هیچ وقت اینطوری حرف نمیزد. آو آف پرسید رانندگی می کنی؟ آره ولی ماشین ندارم. توی توکیو کار آدم با قطار و اتوبوس و تاکسی را میافته. با دو چرخ زیاد این ورون ور میرم. وقتی حتما ماشین لازم داشته باشم کرایه میکنم. توکیو با ناگویا فرق داره. آو گفت: آره ساده تره و کم تر. آه کوتاهی کشید. آدما بی ماشینم میتونن سر کنن. خب زندگی توی توکیو رو دوست داری؟ خب کارم که توکیوه. اونقدرم اونجا زندگی کردم که دیگه بهش عادت کردم. راستش جای دیگه هم ندارم که برم. همین. اینجوری نیست که عاشق سینه چاک توکیو باشم. مدتی ساکت ماندند. زن میان سالی با دو تا سگ رد شد. بعد هم چند تا دونده که به سمت کاخ می رفتند. آو انگار رو به آدمی در دور دست ها گفت گفتی میخوای درباره چیزی حرف بزنی سکرو شروع کرد تعطیلات تابستون سال دوم کالج که من برگشتم ناگویا وقتی بهت زنگ زدم به من گفتی دیگه نمیخوای منو ببینی. گفتی دیگه بهت زنگ نزنم. بعد هم گفتی که هر چارتاتون همین حال رو دارین و همین رو میخواین. یادت میاد؟ معلومه که یادم میاد. خب میخوام بدونم چرا. همینطوری یه هویی. بعد این همه وقت میپرسی؟ انگار کمی یکه یک خورده بود. آره بعد این همه وقت. اون موقع نتونستم ازت از بپرسم. خیلی غیر منتظره بود. شوک بزرگی بود. منم ترسیدم بشنوم که چرا اینطوری خواسته بودین منو دربست بندازین بیرون. فکر میکردم اگه به من بگین دیگه هیچ وقت نمیتونم از جام بلند بشم. این شد که بی این که بفهمم چی شده سعی کردم همه چیز رو فراموش کنم. فکر کردم گذشت زمان درد و خوب میکنه. آو تکی کلوچه کند و انداخت توی دهنش. آهسته جوید و با کاپوچینو پایین داد. سکرو پی حرفش را گرفت. 16 سال از اون موقع گذشته ولی انگار هنوز توی وجودم زخم مونده انگار هنوز خون ریزی داره تازگی ها اتفاقی افتاده که خیلی برام مهمه همینم باعث شده حواسم به این زخم جمع بشه برای همین اومدم ناگویا که ببینمت و معذرت میخوام که اینجور بی هوا پیدام شد آو مدتی به شاخه های سنگین و خمیده بیت زل زد. آخر سر گفت یعنی yani, اصلا نمیدونی چرا ما این کارو کردیم؟ شونزده سال بهش فکر کردم ولی هنوز هیچ سر نخی ندارم. آف که انگار سردرگم شده بود چشمها را تنگ کرد و نوک دماغش را مالید. ظاهرا وقتی سخت فکر می کرد این عادت را داشت. وقتی اون موقع جواب تو دادم تو گفتی که اینطور. بعدم گوشی رو گذاشتی. نه اعتراضی کردی نه پیش رو گرفتی که ته و توش رو در بیاری. منم طبیعتم فکر کردم خودت خبر داری چرا. سکرو گفت وقتی اونجور عمیق برنجی زبونتم بند میاد. آو جواب نداد. باز تکی کلوچه کند و سمت چند تا کبوتر پرد کرد. کبوترها تندی ریختند دور کلوچه. گویا کار همیشه ی آو بود. شاید ساعت استراحتش اغلب به اینجا می آمد و ناهارش را با پرنده ها قسمت می کرد. سکرو پرسید. خب پس حالا به من بگو. چرا اینجوری کردین؟ یعنی تو واقعا هیچی نمی دونی؟ واقعا نمی دونم. صدای آهنگی شاد از گوشی موبایل آو بلند شد. او گوشی را از جیب کتش درآورد. اسم روی صفحه را نگاه کرد. بی تفاوت دگمه ای را زد و موبایل را برگردان توی جیبش. سکر و آهنگ را قبلا جایی شنیده بود. آهنگ قدیمی پاپی بود که خیلی وقت پیش شاید پیش از اینکه خودش به دنیا بیاید طرفدار زیاد داشت. ولی حالا اسمش را یادش نمی آمد. سکرو گفت اگه کارداری لطفا راحت باش. نه مسئله نیست. زیاد مهم نیست. بعدا میتونم بهش برسم. سکرو از بطری پلاستیکی آب معدنی یک جرعه آب خورد. چرا منو انداختین بیرون؟ آو پیش از اینکه حرف بزند مدتی به این سوال فکر کرد. اگه داری میگی که اصلا نمیدونی چرا یعنی اینکه آخه یعنی چی؟ یعنی تو با شیرو هیچ رابطه ای نداشتی؟ سکرو جا خورده لبهایش را پایین داد. رابطه؟ ابدا آو جوری که انگار حتی نخواهد حرفش را هم بزند گفت شیرو گفت تو بهش دست درازی کردی. گفت که مجبورش کردی با هات رابطه داشته باشه. سکرو خواست جواب بدهد. ولی حرفی از دهانش در نیامد. آب خورده بود ولی ته حلقش چنان خشک شده بود که درد میکرد. آف دنبال حرف را گرفت. من که نمیتونستم باور کنم تو چنین کاری کرده باشی. فکر کنم اون دوتای دیگه هم همین حس و داشتن. هم کرو هم آکا. تو از اوناش نبودی که کسی رو مجبور کنه به کاری که نمیخواد. اهل خشونت نبودی همه ی ما میدونستی. ولی شیرو اصلا کوتاه نیومد. فکر و ذکرش همین شده بود. گفت تو یه چهره بیرونی داری با یک چهره سیاه پنهان. یه شخصیت زوار در رفته که با چیزی که بقیه از تو میشناسن به کلی فرق میکنه. اینو که گفت ما دیگه دهنمون بسته شد. سکرو مدتی لبش را گزید و ساکت ماند. اون وقت تعریفم کرد که من فرزن چطوری به زور باهاش این کارو کردم. آره توضیحاتش خیلی واقعی بود. مو به مو ریز به ریز. دلم نمیخواست هیچ کدومشو بشنوم. روک بگم شنیدنش دردناک بود دردناک و غمانگیز. باید بگم که دلم رو ریش کرد. شیرو حالش بد شد و گریش گرفت و شروع کرد به لرزیدن. از بس عصبانی بود انگار یه آدم دیگه شده بود. اینجور که شیرو تعریف می کرد رفته بوده توکیو کنسرت یک پیانیست معروف خارجی تو هم قبول کرده بودی که شب و توی آپارتمانت بخوابه به پدر و مادرش گفته بود هتل گرفته ولی با موندن پیش تو پول پس انداز میکرد. در حالت عادی شاید دست و دلش میلرزید که تک و تنها تو خونه یه مرد بخوابه. ولی اون مرد تو بودی نه کس دیگه. برای همین احساس امنیت کرده بود. ولی گفت نصف شب سراغش رفتی و خواستی به زور خودتو تحمیل کنی. شیرو خواسته بوده مقاومت کنه ولی دست و پاش سر شده بوده و تکون نمیخورده. قبل از خواب هر دو مشروب خورده بودین و تو احتمالا توی لیوانش چیزی ریخته بودی. اینا رو به ما گفت. سر سرتکان داد که نه. شیرو پاش و خونه من نذاشته بود. حتی یک بار. چه برسه به اینکه شبم مونده باشه. آو لحظه شانه بالا انداخت. قیافه ای از خودش درآورد انگار که به چیزی تلخ گاز زده باشد. نگاه سریعی به یک طرف انداخت. من هیچ کاری از دستم بر نمی اومد. جز اینکه حرفش رو باور کنم. به ما گفت دختر بوده. گفت تو به زور بی سیرتش کرده بودی. درد داشته. خون ریزی داشته. شیرو همیشه خیلی خجالتی و محجوب بود. اصلا نمیفهمیدم چرا ممکنه چنین داستان روشن دقیقی از خودش ببافه. سکر رو برگشت به نیم رخ آو نگاه کرد. قبول. ولی چرا از من نپرسیدین؟ نباید به منم فرصتی میدادین توضیح بدم؟ عوض اینکه اونطوری قیابی محاکمم کنین؟ آو آه کشید. صد درصد حق با توه. حالا که به گذشته نگاه می کنم بله باید همین کار رو می کردیم. باید به روایت تو هم از داستان گوش می دادیم ولی اون موقع نمی تونستیم. غیر ممکن بود. شیر و عصبی بود و گیج و منگ اونقدر که باورت نمی شد. ما اصلا نمی دونستیم چی شده. برای همین اولویت ما این شد که اونو آروم کنیم. اینجوری نبود که تک تک چیزایی رو که گفته بود باور کنیم. بعضی تیکه های داستان زیاد با هم جور در نمی اومد. ولی فکرم نمی کردیم سر تا سرش خیال بافی باشه. چیزایی که به ما می گفت اونقدر ریز و مفصل بود که گفتیم لابد یک حقیقتی توش هست. برای همین بی معطلی منو دک کردی. باید درک کنی سکو ما خودمونم شکه بودیم پاک قاطی کرده بودیم. ما هم رنجیده بودیم. اصلا نمیدونستیم حرف کی رو باور کنیم حرف کی رو باور نکنیم این وسط کرو طرف شیرو رو گرفت اون میخواست خواست هممون با تو قطع رابطه کنیم یعنی همون چیزی که شیر خواسته بود الان نمیخوام کارامون رو به زور توجیه کنم ولی من و آکا هم کشیده شدیم آخرش ما دوتا هم همون کاری رو کردیم که کرو خواسته بود سکر و آه کشید باور بکنی یا نکنی من نه هیچ وقت به شیر رو دست رازی کردم نه اصلا هیچ جور رابطه ای باهاش داشتم. یادم نمیاد اصلا حتی دستم بهش خورده باشه. آو به تایید سر تکان داد ولی چیزی نگفت. سکرو فکر کرد آو چه باور کند چه نکند از آن سالها دیگر خیلی گذشته. برای آن ستای دیگر هم برای خود سکرو هم موبایل آو دوباره زنگ زد. آو نگاهی به اسم روی صفحه انداخت و رو کرد به سکرو. ببخشید. ولی اشکالی نداره این یکی رو جواب بدم. نه راحت باش. آو از روی نیمکت بلند شد و کمی دور رفت و گوشی را جواب داد. از حرکات و قیافش خوب پیدا بود که با مشتری حرف میزند. زند. سکرو ناگهان آهنگ زنگ گوشی را یادش آمد. ویوا لاس وگاس الویس پریسلی هر جوری هم که میخواستی تفسیرش کنی باز هم زنگ مناسبی برای گوشی یک فروشنده زبر و لکسوس نبود. سکرو رو حس کرد همه چیزهای دور آهسته آهسته دارد از واقعیت خالی می شود. آو برگشت نشست روی نیمکت. گفت ببخشید. تموم شد. رو به ساعتش نگاه کرد. نیم ساعتی که آو می توانست با او بگذراند داشت تمام می شد. پرسید ولی چرا شیرو باید یک همچین ادعای مسخره ای بکنه؟ بعد هم از بین اون همه آدم چرا باید انگشتش رو بگیره سمت من؟ آو گفت نمیدونم سرش را چند بار تکان مختصری داد متاسفم ولی من نمیتونم کمکت کنم من از همون موقع تا همین حالا توی تاریکی دست و پا میزنم تردید در اینکه چی درست است و چی را باید باور کند یقه آو را گرفته بود از آن آدم هایی هم نبود که بتواند با سردرگمی کنار بیاید. آو از همیشه بهتر وقتی کار میکرد که روی زمین مشخص با مقررات مشخص و تیم مشخص بازی می‌کرد. گفت: "کرو باید بیشتر بدونه. من همون موقع هم چنین احساسی داشتم." انگار هنوز خورد ریزایی بود که به ما نگفته بودن. میدونی چی میخوام بگم؟ خانوما سفره دلشون رو برای همدیگه بیشتر باز میکنن. سکرو گفت کرو الان فنلان زندگی میکنه. آو گفت خبر دارم. گاهی برام کارپستال میفرسته. باز ساکت شدن. سه تا دختر دبیرستانی با روپوش مدرسه از وسط پارک رد می شدند. لبه دامنهای کوتاهشان خوشخوشک صدا می داد. از جلوی نیمکت که می بلند بلند خندیدند. هنوز شکل دختر بچه ها بودند، جوراب های سفید، کفش های مشکی، قیافه های معصوم. سکرو حال غریبی پیدا کرد. وقتی به این فکر کرد که در گذشته ای نچندان دور او و آو و دوستانشان همسن همین ها بودند. آو گفت تو واقعا قیافت عوض شده. خودت میدونی؟ خب معلومه که فرق کردم. شونزده سال میشه که منو ندیده بودی. نه نه فقط چون اینقدر سال گذشته. اولش خب نشناختمت. البته خوب که نگاه کردم فهمیدم کی هستی ولی نمیدونم انگار یه جورایی لاغر و خشک و بیکله شدی. گناهات گود افتاده. نگاهت توی آدم فرو میره. اون وقتا صورت گردتر و نرمتری داشتی. سکرو نمی توانست برایش بگوید شش ماه درگیری با فکر مرگ و تباه کردن جسمش چطور عوضش کرده چطور آن روزها برای همیشه از او آدم دیگری درآورده میدید حتی نصف آن دلسردی و سرخوردگی های آن روزها را هم نمیتواند به او بفهماند. شاید بهتر بود که اصلا حرفش را پیش نکشد. ساکت ماند و منتظر آو شد که ادامه بدهد. خوشتیپ و قیافه جمع ما تو بودی. روی بقیه تاثیر خوب میذاشتی. تر و تمیز و مرتب و خوش لباس و با ادب. همیشه با آدما خوب سلام احوال پرسی می کردی. هیچ وقت حرف بی ربط نمی زدی. سیگار نمی کشیدی. تقریبا لب به الکل نمی زدی. همیشه سر وقت می اومدی. اصلا می دونستی تک تک مادرامون طرفدار پرپا بودن. سکر و جا خورد. مادراتون؟ از مادران آنها کم و بیش هیچ چیز یادش نمی آمد. من کجا خوش قیافه بودم؟ نه اون موقع بودم نه حالا با این قیافه وارفته. آو شانه های پهنش را کمی بالا انداخت. خب لاقل توی جمع ما از همه پسرها خوش قیافه تر بودی. قیافه من شخصیت داره فکر کنم. شخصیت گوریلی. آکا هم که قیافه کلیشه ای این خوره های عینکی رو داشت. میخوام بگم هر کدوم ما خیلی خوب توی نقشای خودمون جا افتاده بودیم. منظورم تا وقتیه که جمعمون هنوز جمع بود. آو اون روزا حواسمون به این نقشا بود؟ آو جواب داد نه فکر نکنم زیاد حالیمون بود. ولی چرا حس می کردیم هر کدوممون نقشی بازی می کنه؟ من ورزشکار علکی خوش بودم. آکا روشن فکر نابقه. شیرو دخترک شیرین. و کرو دلغک حاضر جواب. تو هم پسر آقا و خوش قیافه. سکرو به این حرفها فکر کرد. من همیشه خودم و یه آدم توخالی می دیدم. یا آدم بیرنگ و هویت شاید نقش من توی گروه همین بود تو خالی بودن آو نگاه گیجی به او انداخت نمیفهمم تو خالی بودن دیگه چه نقشیه یه ظرف خالی یه پس زمینه بیرنگ نه و ایراد به خصوصی نه چیز برجسته ای. شاید یه ای آدم اینجوری هم برای جمعمون لازم بود. آو تکان داد. نه تو خالی نبودی. هیچکس چنین فکری نمی کرد. تو چطور بگم به بقیه ما کمک میکردی راحت و خوش باشی؟ سکرو جا خورد و تکرار کرد. کمک میکردم خوش و راحت باشی؟ میخوای بگی مثل موسیقی زمینه؟ نه نه توضیحش سخته ولی تو که بودی ما میتونستیم خودمون باشیم. زیاد حرف نمیزدی ولی جفت پاهات قرص و محکم روی زمین بود. این هم به جمع احساس امنیت میداد مثل یه لنگر. اینو وقتی دیگه با ما نبودی خیلی واضحتر تر فهمیدیم. دیدیم چقدر واقعا لازمت داشتیم. نمیدونم واسه همین بود یا نه ولی بعد از رفتنت هر کی رفت پی کار خودش. سکرو ساکت ماند آجز از اینکه جوابی مناسب بیابد. آو گفت <applause> میدونی از یک نظر ما ترکیب بی ای و ایرادی بودیم. پنجتایی مثل پنجتا انگشت. دست راستش را بالا آورد و انگشت های خپلش را باز کرد. هنوزم اینجوری فکر می کنم. هر کی چیزی رو که بقیه نداشتن به صورت طبیعی پر می کرد. هر کی بهترین خصوصیتش رو همه جوره گذاشته بود وسط بعید میدونم دوباره چنین اتفاقی توی زندگی آمون بیفته. از اون اتفاقایی بود که یک بار تو زندگی میافته و تموم. من الان خانواده دارم. دوستشونم دارم طبیعتا. ولی روک و راست بگم. اون حس نابی رو که اون روزا از ته دل به همه شما داشتم به اونا ندارم. سکرو ساکت بود. آو پاکت خالی را توی دست بزرگش مچاله کرد. سکرو من حرف تو باور می کنم. باور می کنم که تو هیچ کاری با شیرو نکردی. اگه آدم خوب فکر کنه صد درصد با عقل جور در میاد تو هیچ وقت چنین کاری نکردی. سکرو رفت توی فکر که چه جوابی بدهد. صدای ویوالاس و گاس دوباره از گوشی آو بلند شد. آو اسم تماس گیرنده را نگاه کرد و گوشی را برگردان توی جیبش. متاسفم ولی واقعا باید برگردم سر کار. برگردم سراغ ماشین غالب کردن به آدما. ایراد نداره تا نمایشگاه با من بیای؟ راه افتادند. کنار هم قدم بر می داشتند. مدتی هیچ کدامشان چیزی نمی گفت. سکرو سکوت را شکست. بگو ببینم چرا ویوالاس وگاس و زنگ موبایلت گذاشتی؟ آو نخودی خندید و پرسید فیلمشو دیدی؟ خیلی وقت پیش یه شب آخر شب تلویزیون نشون داد تا آخرش ندیدم. یه جورایی فیلم مسخره ای بود نه؟ سکرو لبخند زد. سه سال پیش با عنوان فروشنده برتر در ژاپن دعوتم کردن به لاس وگاس که با نمایندگی های لکسوس آمریکا جلسه بذارم. بیشتر پاداشم بود. جلسه ها زیاد جلسه نبود. بعد از جلسه بقیه یه روز قمار می کردم و لبیتر تر می کردم. ویوالاس وگاس انگار سرود ملی شهر بود. هر جا می رفتی می شنیدی. وقتی سر بازی رولت می بردم هم توی سالن پخش می شد. از اون موقع به بعد این آهنگ شده رمز خوششانسیم. آها که اینطور؟ آره این آهنگ تو کارم یک جوری معجزه کرده که قافل گیر شدم. وقتی دارم با مشتری های مسن حرف میزنم و یهو زنگ موبایلم و میشنون زوغ میکنن و میپرسن شما که هنوز خیلی جوونی چطور آهنگ به این قدیمی رو میشناسی؟ یه جورایی یخ آدما ها رو آب میکنه. البته ویوالاس وگاس از آهنگای ای پریسلی نیست. آهنگای خیلی خیلی معروف تری هم داره. ولی یه چیزی توش هست. یه چیز غیر منتظره که با آدما کاری میکنه که راحت باشن و خودمونی. نمیتونن لبخند نزنن. نمیدونم چرا ولی اینجوریه. تا حالا لاس وگاس رفتی؟ سکورو گفت نه نرفتم. اصلا سفر خارج از کشور نرفتم. ولی دارم فکر می کنم همین روزا برم فندلاند. آو جا خورد. همانجور که راه می رفت به سکر رو نگاه کرد و چشم از او بر نداشت. آره شاید خوب باشه. دوست داشتم منم بیام اگه میتونستم. از وقتی کرو ازدواج کرده باهاش حرف نزدم. شاید گفتنش درست نباشه ولی اون وقتا ازش خوشم می اومد. آو به روبرو نگاه کرد و چند قدم دیگر جلو رفت. ولی الان یکی و نصفی بچه دارم و یه کار پر درد سر. با قسط خونه و سگمون که هر روز باید ببرمش هوا خوری. فکر رفتن به فنلاند و هم نمیتونم بکنم. ولی اگه کورو رو دیدی سلامم و بهش برسون. سکرو گفت باشه ولی دارم فکر می کنم اول آکار رو ببینم. آو گفت آها قیافش حالا هوایی مبهم پیدا کرد. از های صورتش جوری عجیب جمع شد. تازگی ندیدمش. چطور؟ میدونی الان چه جور کاری میکنه؟ کم و بیش فکر کنم الان نباید حرفشو بزنم نمیخوام قبل از اینکه ببینیش روی نظرت تأثیر بذارم فقط میتونم بگم از کاری که میکنه اصلا خوشم نمیاد کم و بیش برای همینم هست که زیاد نمیبینمش متاسفانه سکورو ساکت بود و سعی می کرد خودش را به قدم های بلند آو برساند. آو گفت نه اینکه به خودش مشکوک باشم نه به کاری که میکنه مشکوکم این دوتا با هم فرق میکنه انگار داشت خودش را مجاب میکرد شاید مشکوکم کلمه درستش نباشه فقط احساس راحتی نمی کنم از طرز فکرش. در هر حال توی این شهر اسم و رسمی به هم زده. توی تلویزیون رفته. روزنامه ها و مجله ها ازش نوشتن. به عنوان مدیر همه فن حریف یک شرکت قول. توی یک مجله زنانم رفت تو لیست موفق ترین مجرد های سی تا چهل ساله. موفق ترین مجرد ها؟ آو گفت به خوابم نمیدیدم یه روز عکسش توی مجله زنان چاپ بشه. سکرو حرف را عوض کرد و گفت به من بگو شیرو چطوری مرد؟ آو ناگهان وسط پیاده رو ایستاد. بی حرکت مثل مجسمه. آدم های پشت سرش تقریبا داشتن به او میخوردند. برگشت یک راست به سکر و زل زد. سب کن ببینم. تو راستی راستی نمیدونی چطوری مرد؟ از کجا بدونم؟ تا هفته پیش حتی نمیدونستم مرده. کسی به من نگفته بود. تو هیچ وقت روزنامه نمیخونی؟ چرا؟ ولی چیزی به چشمم نخورده بود. خبر ندارم چی شده ولی فکر کنم روزنامه های توکیو زیاد خبرش رو پوشش ندادن. کس و کارت هم چیزی نمیدونستن؟ سکرو سرتکان داد. آو انگار معذب و عصبی باز جلو را نگاه کرد و به قدم های تندش ادامه داد. سکرو خودش را به او رساند. لحظه ای بعد آو حرف زد. بعد اینکه شیرو کالج موسیقی رو تموم کرد یه مدت توی خونش پیانو درس داد. بعد تنهایی بلند شد رفت هاماماتسو زندگی کنه. حدود دو سال بعدش جسدش رو توی آپارتمانش پیدا کردن. خفش کرده بودن. مادرش پیداش کرد. نگران شده بود که چرا شیر و گوشی رو بر نمی داره. مادر هنوز از شک در نیومده. هنوزم کسی رو نگرفتن. سکر و نفسش بند آمد. خفه شده بود. آو دنبال حرفش را گرفت. جسدش شیست سال پیش پیدا شد. دوازده ماه مه. ما همون موقعش هم دیگه تماس زیادی باهاش نداشتیم. برای همین نمیدونم تو هاماماتسو زندگیش چطور بوده. حتی نمیدونم اصلا چرا رفت. وقتی مادر پیداش کرد شیرو سه روز بود که مرده بود. سه روز کف آشپزخونه افتاده بود. آو ادامه داد سر مراسم یاد بودش توی ناگویا گریم بند نمیومد. حالم حال کسی بود که یک تکه از وجودش مرده باشه انگار سنگ شده بودم ولی همونجور که گفتم اون موقع جمعمون پاشیده بود همه دیگه سنی ازمون گذشته بود و هر کدوم زندگی خودمون رو داشتیم برای همین کار چندانی از دستمون بر نمی اومد دیگه از اون بچه دبیرستانی های خام و ساده اثری نبود. ولی بازم انگیز بود. وقتی میدیدیم چیزی از بین رفته که یک موقعی توی زندگیامون این همه حیاتی بود. دوران خیلی باحالی رو با هم گذرونده بودیم. با هم بزرگ شده بودیم. سکرو وقتی نفسش را بیرون داد، حس کرد سینش آتش گرفته. زبانش انگار ورم کرده بود و راه نفسش را بند آورده بود. ویوالاس باز از گوشی تلفن آو بلند شد ولی آو محل نگذاشت و به راهش ادامه داد ملودی شاد بی مناسبت همینجوری توی جیبش خواند و خواند تا ساکت شد جلوی در سالن نمایشگاه لکسوس که رسیدند آو دست بزرگش را دراز کرد و با سکر و محکم دست داد. به چشمهاش نگاه کرد و گفت خوشحالم که تونستم ببینمت. نگاه کردن توی چشم آدم ها وقت حرف زدن خوب و محکم دست دادن با آنها این کارهاش عوض نشده بود. سکرو سرانجام توانست بگوید ببخش که مزاحمت شدم اونم وسط این همه درگیری های کاری مشکلی نیست دوست دارم باز ببینمت یه موقعی که وقتم آزادتر بود احساس میکنم خیلی چیزای دیگه هم هست که باید دربارشون حرف بزنیم دفعه دیگه که اومدی ناگویا حتما تماس بگیر سکرو گفت، باشه، مطمئنم به زودی باز هم دیگر رو میبینیم. آها یه چیز دیگه، اون قطعه پیانوی رو که شیر و زیاد میزد یادته؟ یک قطعه پنشیش دقیقی که اسمش بود لوملدو پی آو مدتی فکر کرد و سرتکان داد که نه. اگه بشنوم شاید یادم بیاد. از روی اسمش یادم نمیاد. از موسیقی کلاسیک زیاد سردر نمیارم. چطور؟ سکرو گفت همینطوری یادش افتادم. سوال آخر اصلا این اسم لکسوس یعنی چی؟ آف خندید. آدما ها زیاد اینو میپرسن. راستش اصلا معنی نداره. یه اسم من درآوردیه یه آژانس تبلیغاتی توی نیویورک این اسم رو به سفارش تویوتا ساخته. ظاهرش یک اسم با کلاس و پرمعنیه و زنگ خوبی داره. توی چه دنیای عجیبی زندگی میکنی؟ آدمایی هستند هستن که کلی عرق میریزن، ایسگاه های قطار بسازن. یه ده هم میشینن اسمای دهن پرکن بیمعنی میسازن و میلیون میلیون پول در میارن. سکرو گفت اصطلاحش فرهیختگی در صنعته الان مد شده نیش آو باز باز شد پس حواسمون باشه هیچ کدوممون جا نمونی خدا حافظی کردند آو همانطور که گوشیش را از جیب در میآورد وارد سالن نمایشگاه شد سکورو سر چهار راه منتظر ماند رنگ چراغ آبر عوض شود و فکر کرد شاید آخرین بار بود که دیدمش شاید نیم ساعت دیدن دوستی قدیمی پس از شانزده سال زیادی کوتاه بود بیتردید چیزهای زیادی بود که وقت نکرده بودند دربارهش حرف بزنند ولی سکرو حس می کرد درباره هر چیز مهمی که باید حرف می زدند حرف زدند. سوار تاکسی شد. به کتابخانه محل رفت و دوره صحافی شده روزنامه های شش سال پیش را امانت گرفت. صبح فردا که دوشنبه بود سکرو به محل کار آکا رفت. دفترش حدود پنج کیلومتر با نمایشگاه لکسوس فاصله داشت و نصف طبقه هشتم ساختمان تجاری شیشهای مدرنی را گرفته بود. نصف دیگر این طبقه در اختیار یک شرکت دارویی آلمانی معروف بود. سوکورو همان کت و شلوار روز پیش را پوشیده بود و کراواتی را که سارا داده بود زده بود. دم در ورودی دفتر لوگوی بزرگ و هنری فراسو دیده میشد. جایی بود تمیز و دلباز و پرنور. به دیوار پشت میز پذیرش تابلوی آبستره بزرگی بود از رنگهای ساده در هم بر هم. معلوم نبود قرار است چی باشد ولی چندان هم پیچیده نبود. جز این تابلو دفتر از هر جور تزییناتی خالی بود. نه گلی، نه گلدانی. از ورودی دفتر سخت میشد فهمید زمینه کاری این مؤسسه چیست. جلوی میز پذیرش زن جوان بیست و دو سه ای به او خوش آمد گفت. موهایش فر بی نقصی داشت. پیراهن آبی روشن آستین کوتاه پوشیده بود با یک گل سینه مروارید. از آن دخترهای ترگل ورگلی بود که در خانوادهی مرفه و خوشبین با عشق و محبت بزرگ می شوند. کارت ویزیت سکرو را گرفت. تمام صورتش با لبخندی روشن شد. بعد یک شماره داخلی را گرفت کلیدهای تلفن را جوری فشار میداد که انگار نوک دماغ نرم سگ خیلی گنده ای را فشار میدهد. چیزی نگذشت که در تویی باز شد و زن درشت هیکل چهل و چند ساله ای بیرون آمد. زن چارشانه بود و کت و دامن تیره پوشیده بود با کفش های مشکی پاشنه بلند. صورتش به طرزی عجیب هیچ ایرادی نداشت. موهایش کوتاه بود. چانش حالتی جدی به او میداد و به نظر می رسید به شدت کار بلد است. برخی زنان میان سال هستند که انگار در کارشان هر چه باشد برجسته و موفقند و این زن یکی از آنها بود اگر هنر پیشه بود می توانست نقش سرپرستاری کوهنکار یا خانوم رئیس روسپیخانه ای اعیانی با مشتری های ویژه را بازی کند به کارت ویزیتی که سکرو دستش داد نگاهی کرد و تردیدی گذرا به صورتش دوید معاون بخش ساخت و ساز. اداره تجهیزات یک شرکت راهن که تشکیلاتش در توکیو بود چه جور کاری ممکن بود با مدیرامل یک مؤسسه برگزار کننده سمینارهای بازرگانی خلاق در ناگویا داشته باشد؟ آن هم بدون وقت قبلی. ولی از رو چیزی نپرسید. فقط گفت ببخشید. ممکنه خواهش کنم چند دقیقه اینجا صبر کنی و کوتاه ترین لبخند ممکن را تحویلش داد. به سکرو تعارف کرد که روی صندلی بنشیند. بعد از همان در که آمده بود بیرون رفت. صندلی سالن ورودی صندلی چرمی ساده بود طرح اسکاندیناویایی با رنگ کرم و سفید. زیبا تمیز و بی صدا. بی هیچ ذره گرما. چیزی شبیه نم نم باران زیر آفتاب نیمه شب. سکرو نشست و منتظر ماند. زن جوان میز پذیرش با لپتابش سرگرم بود. هر نگاهی به سکرو میانداخت و لبخندی دلگرم کننده میزد. مثل آن زن نمایشگاه لکسوس او هم از آن دست زنها بود که رو در ناگویا زیاد میدید. زنهای خوشبر و رو و خوشپوش که دهن همه از دیدنشان باز میماند. موهایی با فر زیبا. در کالج های دخترانه خصوصی با شهریه های بالا ادبیات فرانسه می و مدرکشان را که گرفتند یا متصدی پذیرش جایی می شوند یا منشی شرکتی. چند سال کار می کنند. سالی یک بار با دیگر دوستان دخترشان می روند پاریس خرید تا بالاخره چشم کارمند جوان خوش ای آنها را می گیرد یا کسی رسما آنها را به هم معرفی می کند و آن وقت کارشان را ول می کنند و می روند که شوهر کنند. بعد هم فکر و ذکرشان می شود فرستادن بچه هایشان به مدارس خصوصی معروف. سکرو آنجا نشسته بود و به این سبک زندگی ها فکر می کرد. پنج دقیقه بعد منشی میان سال برگشت و او را به دفتر آکا راهنمایی نمایی کرد. لبخندش به فهمی نفهمی بیشتر شده بود و سکرو حس می کرد حالا زن با یک جور احترام به او نگاه می کند. به او که سرزده پیدایش شده بود و حالا راستی راستی داشت میرفت رئیسش را ببیند. لابد اتفاق نادری بود. با قدم های بلند سکرو را در راه رو راهنمایی کرد. پاشنهایش محکم و قاطع تق تق صدا می کرد. مثل صدای آهنگری دقیق که صبح زود چکش بزند. در طول راه رو چند تا در بود با شیشه های زخیم مات ولی سکرو از پشت این درها صدایی نمی شنید. پیش محل کار خودش که تلفنهایش یک بند زنگ می خورد و درهایش یک سر باز و بسته می شد و سر و صدای آدم ها یک لحظه نمی خوابید. اینجا دنیایی به کلی متفاوت بود. دفتر کار آکا با در نظر گرفتن ابعاد کل شرکت آنقدر نقلی و دنج بود که سکر و جا خورد. داخلش میزی بود که باز طرح اسکاندیناویایی داشت به علاوه یک دست مبلمان جمع و جور و یک قفسه چوبی کشودار روی میز چراغ رومیزی فانتزی استیلی بود با یک لپتاپ مک روی قفسه یک سیستم صوتی بیند او بود و تابلوی آبستره بزرگ دیگری از مخلوط رنگ های ساده به دیوار. گویا هر دو تابلو را یک نقاش کشیده بود. پنجره دفتر بزرگ بود و مشرف به خیابان اصلی ولی صدایی از بیرون نمیآمد. آفتاب اول تابستان بر موکت ساده ی کف اتاق افتاده بود. آفتابی نرم و ملایم. دفتر کارش ساده بود. با طراحی یک دست و بی هیچ چیز اضافی. پیدا بود تک تک اساس درجه یکند ولی برخلاف سالن نمایشگاه لکسوس که برای تبلیغ زندگی لوکس کلی شلوغش می کرد اینجا همه چیز جوری طراحی شده بود که بی سر و صدا باشد و به چشم نیاید. گرانی و گمنامی ذهنیت اصلی پشت این طراحی بود. آکا از پشت میزش بلند شد و ایستاد. با بیست سالگیش خیلی فرق کرده بود. هنوز قد کوتاهی داشت کمتر از صد و ولی جلوی موهایش خیلی خالی شده بود. همیشه موهای کم پشتی داشت ولی حالا کم پشتتر هم شده بود و پیشانیش بیشتر توی چشم بود و همینطور شکل کلش. ریش گذاشته بود. شاید به جبران موهایی که می ریخت. پیش موهای کم پشتش ریشش مشکی مشکی بود. تزادی عجیب. عینک قاب فلزی باریک و کشیدش روی صورت بیزی خوب نشسته بود. هیکلش مثل قدیم لاغر بود و چاق نشده بود. پیرهن سفید با راه راه باریک پوشیده بود و کراوات کشباف قهوه‌ای زده بود. آستین ها را تا آرنج بالا داده بود. شلوار کتان کرم رنگ به پا داشت با کفش چرم نرم قهوه‌ای بدون جوراب. این سر و شکل در مجموع از سبک زندگی بی قید و بندی حکایت می کرد. سکرو گفت ببخشید که سر صوبی همینطوری سرزده اومدم سراغت. متاسفانه اگه اینطوری نمی اومدم، ممکن بود حاضر نشی منو ببینی. آکا گفت محال بود نخوام ببینمت. دستش را دراز کرد و با سکر رو دست داد. برخلاف آو دست او کوچک و نرم بود و آرام هم دست داد. با این حال دست دادنش سرسری نبود. برعکس گرم و صمیمی بود. چطور میتونستم بگم؟ من همیشه از دیدنت خوشحال میشم. ولی فکر کنم سرت شلوغه نه؟ آره حسابی کار روی سرم ریخته. ولی اینجا مؤسسه خودمه. حرف آخر رو من میزنم. اگه بخوام چیزی رو پس و پیش کنم میتونم. میتونم برای یه چیزایی بیشتر وقت بذارم و از چیزای دیگه بزنم. آخر سر معلومه که حسابدار باید تراس کنه و منم که البته نمیتونم حجم وقتی رو که در دستم کم و زیاد کنم. ولی میتونم دستکاری های جزئی بکنم. سکرو گفت اگر از نظر تو ایرادی نداره میخوام درباره یه مسئله شخصی حرف بزنم. ولی اگه الان سر شلوغه میتونم هر وقت مناسب بود برگردم. نگران وقت نباش. تو این همه راه تا اینجا اومدی؟ میتونیم همین الان همینجا سر فرصت حرف بزنیم. سکرو روی کاناپه دو نفره سیاه چرمی نشست. آکا روی صندلی روبرویش. وسطشان میز بیزی کوچکی بود با یک زیر سیگاری شیشه‌ای که سنگین به نظر می رسی. آکا دوباره کارت ویزیت سکورو را برداشت و چشمها را تنگ کرد و خواند که اینطور پس سکورو تازاکی به آرزوی ایستگاه قطار ساختنش رسید سکورو گفت دوست دارم بگم درست میگی ولی متاسفانه کم پیش میاد که راستی راستی ایستگاه تازه بسازم توی توکیو دیگه کم پیش میاد خط تازه بزنن. برای همین بیشتر وقتا داریم ایسگاه های موجود رو بازسازی و نوسازی می کنیم. برای معلول ها قابل استفاده می کنیم، دستشوی های چند منظوره می سازیم، حسار امن می زنیم. توی ایستگاه فروشگاه های بیشتری می سازیم. یا هماهنگی می کنیم که خط های دیگه هم بتونن از ریل های مشترک استفاده کنن. کارکرد اجتماعی ایستگاه ها داره عوض میشه. برای همین سرمون حسابی کار ریختن. ولی بازم کارت به ایستگاه قطار ربط داره. آره. ازدواج کردی؟ نه. هنوز مجردم. آکا پا روی پا انداخت و نخ کوتاهی را از روی پارچه دوبل شلوار کتانش برداشت و کنار انداخت. منم یه بار ازدواج کردم. هفت سالم بود. ولی بعد یه سال و نیم جدا شدم. از اون به بعد تنها، تنها بودن ساده تره. وقتت زیاد هدر نمیره. تو هم همین جوری؟ نه، راستش نه. من دوست دارم ازدواج کنم. من خیلی وقت خالی دارم. راستش زیادی دارم. فقط هنوز آدمش رو پیدا نکردم. سکرو به سارا فکر کرد. اگر به خودش بود شاید بدش نمی آمد با سارا ازدواج کند. ولی بله قبلش لازم بود همدیگر را بیشتر بشناسند. هر دو وقت بیشتری نیاز داشتند. سکرو به دفتر دستک آراسته آکا نگاهی انداخت و گفت کار تو که ظاهرا خوب پیش میره. آن سالهای نوجوانی آو، آکا و سکرو وقت حرف زدن با هم همدیگر را با زمیرهای خودمانی مذکر اوره و اومایه یعنی من و تو صدا می زدن. ولی حالا بعد از شانزده سال برای سوکرو این جور حرف زدن صورت خوشی نداشت. آو و آکا هنوز به او میگفتند امایه و به خودشان میگفتند اوره. ولی برای سکو این جور خودمانی بودن چندان ساده نبود. آکا گفت: آره، کاروبار الان خوب پیش میره. میدونی ما اینجا چی کار میکنیم؟ کم و بیش آره. اگه چیزی که توی اینترنت بود دقیق باشه. آکا خندید. دروغ توش نیست. کاری که میکنیم همینه. مهمترین تکه تک البته. همش اینجاست. با انگشت به شقیقش زد. مثل آشپز که خودش مهمترین ماده لازمه و توی دستور آشپزی نیست. اینجور که من متوجه شدم کار اصلی شما آموزش و تربیت منابع انسانی شرکت هاست. دقیقا ما به کارمندهای جدید آموزش میدیم و کارمندهای سطح میانی رو باز آموزی میکنیم. این خدمات ماست برای شرکت های مختلف. به فراخور خواسته مشتری برنامه هایی رو طراحی میکنیم و به شکلی موثر و حرفه اجرا می کنیم. با این برنامه ها شرکت ها هم در زمان هم در نیرویی که باید مصرف کنند صرف جویی می کنن. چه جالب؟ واگذاری آموزش کارمندان به بیرون. درسته. جرقش با فکری زده شد که یه روز به کلم زد. میدونی؟ مثل این حبابایی که بالا سر شخصیت های کارتونی روشن میشه. سرمایه اولیه رو رئیس یک مؤسسه اعتباری گذاشت که قبولم داشت. پول و جلو جلو داد. خلاصه اصل پول تصادفی اینطوری جور شد. چی شد که این فکر به سرت زد؟ آکا خندید. قصهش خیلی هم دهن سوزی نیست. مدرکمو که گرفتم رفتم توی یک بانک بزرگ استخدام شدم. ولی کارم بی خود بود. آدمای بالا سرم بیلیاقت بودن. فقط جلوی پاشونو رو میدیدن. دراز مدت فکر نمیکردن. فقطم براشون مهم بود که گند کارشون در نیاد. منم دیدم اگه یک بانک درجه یک این وضعو داره پس اصلا نمیشه به آینده ژاپن امیدوار بود. سه سال اونجا سر کردم ولی چیزی بهتر که نشد هیچ بدترم شد. منم از اونجا زدم بیرون و رفتم برای یک مؤسسه اعتباری کار کردم. رئیس مؤسسه از من خیلی خوشش اومده بود. میخواست برای خودش کار کنم. توی چنین کاری آزادی عمل آدم بیشتره. خود کارم جالب بود. ولی اونجا هم فکرهای توی سرم بود که با طرز فکر مدیرها و رؤسا جور در نیومد و دو سال و خورده بعدش کارم و ول کردم. از رئیسم معذرت خواستم ولی کاریش نمیشد کرد آکا یک پاکت سیگار درآورد اشکالی نداره سیگار بکشم نه اصلا آکا سیگاری به لب گذاشت و با فندک طلایی کوچکی روشنش کرد چشمها را باریک کرد و آهسته دود را به سینه کشید بعد فوت کرد بیرون سعی کردم ترک کنم ولی نشد که نشد سیگار نکشم نمیتونم کار کنم تا حالا سعی کردی سیگار رو ترک کنی؟ سکرو هیچ وقت سیگار نکشیده بود آکا ادامه داد من بیشتر تک پرم شاید به هم نیاد خودم هم این تکیه از شخصیتم رو نمیشناختم تا وقتی از کالج در اومدم و کار رو شروع کردم. ولی درسته. هر وقتی آدم روانی به من یه دستور احمقانه میداد از کوره در میرفتم. یعنی انگار واقعا صدای ترکیدن مغزم رو میشنیدی. یه چنین آدمی محاله بتونه برای جایی کار کنه. برای همین تصمیمم رو گرفتم. چاره ای نداشتم جز اینکه برم برای خودم کار کنم. آکا مکس کرد و به دود بنفشگونی که از دستش بلند می شد خیره شد. انگار خاطره دور دست را ردیابی کند. چیز دیگه هم که از کار کردن برای بقیه یاد گرفتم این بود که اکثر آدمای دنیا هیچ مشکلی با دستور شنیدن ندارند. راستش خیلی هم خوشحال میشن که بکن نکن بشنون. ممکنه قور بزنن ولی احساس واقعیشون این نیست. فقط عادت کردن قور بزنن. اگه بهشون بگی خودشون فکر کنن، تصمیم بگیرن و مسئولیتش رو هم بپذیرن، گیج و ویج میمونن. پس به این نتیجه رسیدم که میتونم ازش یک کار و کاسبی در بیارم. ساده است امیدوارم حرفم با عقل جور در بیاد میاد که رو چیزی نگفت سوال بدیهی بود یک فهرست از دوست نداشتنی هام ردیف کردم کارهایی رو که دوست ندارم بکنم و کارهایی رو که دوست ندارم بقیه بکنم بعد این فهرست رو گذاشتم جلوم و یک طرحی نوشتم که از روش به آدمایی که از بالا دستور میگیرن آموزش بدم جوری که بتونن نظام منتر کار کنن. فکر کنم بشه بهش گفت ایده بکر. البته یه چیزایی از جاهای دیگه هم کش رفتم. از تجربه های خودم و از آموزش هایی که وقت استخدام توی بانک بهم هم دادن که بی ارزشمند بود. چیزهایی هم از شیوه های تربیتی چند تا فرقه مذهبی و کلاس های محارت های زندگی بهش اضافه کردم که عطر و تعمش بهتر بشه. روی چند تا شرکت آمریکایی که در همین حوزه موفق بودنم تحقیق کردم. کلی هم کتاب روانشناسی خوندم. از دفترچه های راهنمای استخدام نیرو در اس اس نازی و تفنگداران دریایی هم یه نکته هایی واردش کردم. ظرف شیش ماهی که کارم ول کرده بودم خودم و عملا در وقف این برنامه کردم. همیشه وقتی روی یک کار به خصوص تمرکز می کنم خوب جواب می گیرم. البته خوشفکریت هم کمک میکنه. آکان نیشش باز شد. متشکرم. خودم نمیتونستم یه و دهنم و باز کنم و اینجوری از خودم تعریف کنم. پوکی به سیگارش زد و خاکستر را توی زیر سیگاری تکاند. سرش را بلند کرد و به سکر و نگاه کرد. فرقه های مذهبی و سمینارهای مهارت های فردی هدفشون اینه که از آدما پول بگیرن. برای همین یه جور شستشوی خام مغزی انجام میدن. ما فرق میکنیم. اگر یک همچین کار بوداری میکردیم شرکت های بزرگ حاضر نمیشدن با ما کار کنن. سختگیری زیادی و کارهای زورکی توی برنامه ما نیست. اینجور کارها ممکنه در کوتاه مدت نتیجه خیر کننده ای بده ولی دوام نداره. مهم کاشتن مفهوم انضباط توی کله آدم هاست. ولی برنامه ای هم که از اون برای این کار استفاده می کنی باید کاملا علمی و کاربردی و پیچیده باشه. باید چیزی باشه که جامعه بتونه قبولش کنه. نتیجهش هم باید دراز مدت باشه. هدف ما تولید یک مش زامبی نیست. میخوایم نیروی انسانی تولید کنیم که کاری رو که کارفرما ازش میخواد بکنه و در عین حال باور داشته باشه که خودش مستقل فکر میکنه. سوکورو گفت جهانبینی کلبی مسلکی شاید فکر کنم میشه اینجوری دیدش اما بعید می بینم همه کسانی که توی سمینارهای تو شرکت می کنن، اجازه بدن که چنین انضباطی بهشون تحمیل بشه. آره البته که همینطوره. خیلی ها هستن که این برنامه رو رد می میشه اونا رو به دو دسته تقسیم کرد. اول آدم های جامعه گریز. اونا زیر بار هیچ شکلی از انتقاد سازنده نمیرن. حالا این انتقاد هر چی میخواد باشه. هر جور انضباط جمعی رو رد میکنن. سرکله زدن با این جور آدما وقت تلف کردنه. برای همین خودم ازشون میخوام که قید این برنامه رو بزنن. دسته دوم آدم هن که خودشون واقعا فکر میکنن. یعنی فکر خودشون رو دارن. بهترین کار برای اونا اینه که تنهاشون بذاری. سر به سرشون نذار. هر سیستمی چند تا آدم نخبه مثل اونا لازم داره. اگه همه چیز خوب پیش بره اونا بالاخره به جایگاه مدیریت و رهبری میرسن. این وسط بین این دوتا دسته آدم هایی که از مافوقشون دستور میگیرن و درست همون کاری رو که بهشون میگن میکنن. اینا اکثریت مردمن. برآورد من چیزی حدود 85 درصد. وقتی این کار رو راه انداختم، هدفم همین 85 درصد بود. کارت هم به همون خوبی که امید داشتی پیش میره؟ آکا سرتکان داد که بله. الان کم و بیش همه چیز طبق محاسبه من جلو میره. اولش یه شرکت کوچیک بود با چند تا کارمند. ولی الان همونطور که میبینی بزرگتر شده. الان دیگه اسم در کردیم. پس تو نشستی کارایی رو که دوست نداشتی بکنی و کارایی رو که دوست نداشتی باهات بکنن فهرست کردی. تجزیه تحلیلشون کردی و بر اساسش این کار رو کلید زدی. شروع کارت از همینجا بوده؟ آکا سرتکان داد. دقیقا سخت نیست که بشینی فکر کنی ببینی از چه کارایی خوشت نمیاد یا چه کارایی رو دوست نداری که باهات بکنن فکر کردن به کارایی که دوست داری بکنی هم سخت نیست فرق بین مثبت و منفی همینه موضوع اینه که ببینی میخوای فکرت رو روی کدوم متمرکز کنی از کاری که میکند زیاد خوشم نمیآید سکرو یاد حرف آو افتاده بود. ببینم این کار رو کم و بیش برای این نمی کنی که از جامعه انتقام شخصی بگیری؟ به عنوان یکی از همین نخبهها، ها به عنوان کسی که خودشو یک جامعه گریز می بینه آکا گفت شایدم راست میگی. خوشحال خندید و بشکن زد چه شوت عالی یک امتیاز برای سکور و تازاکی. الان برگزار کننده این را خودتی؟ خودت سخنرانی میکنی؟ اولش خودم سخنرانی میکردم. فقط میتونستم روی خودم حساب کنم. میتونی مجسم کنی خودم این کار رو میکردم؟ سکر و راستش را گفت. نه. راستش نه. آکا خندید. ولی از قضا توی این کار خیلی هم خوب در اومدم. نباید پوز بدم ولی حسابی به درد این کار میخوردم. البته کلا بازیگریه ولی خوب بلد بودم همه چیز و واقعی نشون بدم و آدما رو مجاب کنم. ولی دیگه نمیکنم. کنم. مرشد و استاد که نیستم بیشتر مدیرم. خیلی هم گرفتارم. کاری که الان می کنم اینه که به مربیا آموزش میدم و کارهای عملی رو روی دوش خودشون میذارم. این روزا بیرون زیاد سخنرانی می کنم. شرکت های جور و جور توی جلسه هاشون دعوتم می کنن. تو چند تا سمینار برای استخدام های دانشگاهی سخنرانی کردم. یه ناشرم پیدا شده که ازم خواسته کتاب بنویسم و الان دارم روش کار میکنم. آکا سیگارش را در زیر سیگاری خاموش کرد. قلقش که دستت بیاد اینجور کسب و کار زیادم سخت نیست. فقط یک کتابچه تمام گلاس چاپ کن. چند تا جمله دهم پر تبلیغاتی روش بنویس و یه فضای اداری شیک در یک جای با کلاس شهر بگیر. مبلمان جذاب بخر. کارمندای شیک استخدام کن و پول خوب بهشون بده. همه چیز تصویریه که از خودت میدی. از هیچ خرجی که تصویر درست میسازه مزایقه نکن. تبلیغ دهن به دهن هم خیلی حیاتیه. اعتبار که پیدا کنی خودش تو رو جلو میبره. ولی دیگه تصمیم ندارم از کاری که الان میکنیم جلوتر برم. همچنان فقط با شرکت های همین محدوده ناگویا ادامه میدیم. سطح کیفی کار رو نمیتونم تضمین کنم مگه چشم خودم روی همه چیز باشه. آکا با نگاه پرسشگر به چشم های و خیره شد. ای بابا تو اصلا هیچ علاقه ای به کارم نداری نه؟ میدونی فقط احساس عجیبی دارم. اون سالها که نوجوان بودیم هیچ وقت فکر نمی کردم یه روز همچین کاری راه بندازی. خودم هم همینجور. مطمئن بودم پا از دانشگاه بیرون نمیذارم و استاد دانشگاه میشم. ولی وقتی رفتم کالج فهمیدم آدم زندگی دانشگاهی نیستم. اونجا دنیای راکدیه که ملالش آدمو میکشه. منم نمیخواستم باقی عمرم رو اونجا بگذرونم. وقتی هم که مدرک گرفتم و رفتم بیرون فهمیدم اهل کار کردن برای جاییم هم نیستم. همش آزمون و خطا بود. تا آخر سر تونستم جای خودم رو پیدا کنم. ولی تو چی؟ تو از کارت راضی هستی؟ سکرو گفت راستش نه. ولی مشخصا ازش ناراضی هم نیستم. چون که کارت به ایستگاه قطار ربط داره؟ آره همونجور که خودت گفتی میتونم توی سمت مثبت بمونم. تا حالا شده به کارت شک کنی؟ من هر روز دارم چیزایی میسازم که با چشم میشه دید. وقت ندارم شک کنم. آکا لبخند زد عالیه راست کارتم هست سکوت شد آکا با فندک طلایی توی دستش بازی کرد ولی سیگار دیگری روشن نکرد شاید روزانه تعداد مشخصی سیگار میکشید اومدی اینجا که درباره چیزی حرف بزنی آره؟ آره؟ میخوام از قدیما سوال کنم. حتما بیا از قدیما حرف بزنیم. از شیرو. چشمهای آکا پشت شیشه عینک تنگ شد. دستی به ریشش کشید. یه جورای انتظارشو داشتم. همون موقع که منشیم کارت ویزیتتو داد دستم. سکرو جواب نداد. آکا آهسته گفت دلم برای شیرو می سوزه. زندگی زیاد شادی نداشت. اون همه خوشگل بود. اون همه استعداد موسیقی داشت. اون وقت اونجور وحشتناک مرد. سوکرو از جوری که آکا زندگی شیرو را در چند جمله خلاصه کرده بود معذب شد. ولی فهمید که اینجا بحث اختلاف زمان مطرح است. سکرو همین تازگی خبر مرگ شیرو را شنیده بود. ولی آکا شش سال بود که با این خبر زندگی می کرد. سکرو گفت شاید الان دیگه چندان فایده ای نداشته باشه. ولی میخواستم یک سوء تفاهم رو برطرف کنم. نمیدونم شیرو چی به تو گفته بوده ولی من هیچ وقت کاری باهاش نکردم هیچ وقت هیچ جور رابطه باهاش نداشتم آکا گفت گاهی وقتا واقعیت منو یاد شهری مدفون زیر ماسه ها میندازه هرقدر زمان میگذره ماسه ها روی هم بیشتر تلمبار میشن. یه وقتم بادی میاد و ماسه ها رو کنار میزنه و چیزی که زیرشونه پیدا میشه. سر این قضیه قطعا اتفاق دومی افتاده. چه این سوء تفاهم برطرف بشه چه نشه تو آدمی نبودی که چنین کاری بکنه. اینو خوب میدونم. سکرو کلمه ها را تکرار کرد. اینو خوب می دونی؟ یعنی الان می دونم. چون که ماسه ها رو باد برده؟ آره کم و بیش همینه. انگار داریم از تاریخ حرف می سوکورو سکرو به صورت دوست قدیمیش که روبرویش نشسته بود خیره شد. ولی چیزی از احساسات در چهره آکا نمیخواند میشود روی خاطره ها سرپوش گذاشت ولی تاریخ را نمیشود پاک کرد سکرو یاد حرف سارا افتاده بود. همین حرف را بلند تکرار کرد. آکا چند بار سر تکان داد. دقیقاً میشه روی خاطره ها سرپوش گذاشت. ولی تاریخ رو نمیشه پاک کرد. دقیقا همینو میخوام بگم. سکرو گفت در هر حال اون موقع شما چهارتا منو از جمع انداختین بیرون. با بیرحمی تمام. درسته. انداختین بیرون. این یک واقعیت تاریخیه نمیخوام به زور توجیح کنم ولی اون موقع راه دیگه ای نداشتیم. داستانی که شیرو گفت خیلی واقعی واقعی بود. بازی نمی کرد. واقعا صدمه دیده بود. زخم واقعی خورده بود با درد واقعی خون واقعی. اون موقع برای ما جای هیچ جور شکی به حرفاش نبود. ولی بعد که تو رو انداختیم بیرون هرچی بیشتر گذشت کل ماجرا هی ترمون کرد یعنی چی؟ آکا دست ها را به هم چسباند و گذاشت روی پاهایش چهار پنج ثانیه فکر کرد اولش چیزای کوچولو بود تک, و تک جزئیاتی که چفت و بستشون درست نبود جاهایی از قصهش با عقل جور در نمیومد که خب اولش زیاد اذیتمون نمی کرد. اوایل واقعا مهم نبود. ولی کم کم هی سرعت تکرارشون بیشتر شد و ما رو بیشتر به خودشون مشغول کرد. بعد فکر کردیم یه جای کار می لنگه. سکرو ساکت بود و منتظر که آکا ادامه بدهد. آکا با فندک تلاییش ور می رفت و کلمه ها را به دقت انتخاب می کرد. شیرو احتمالا دچار مشکلات ذهنی بود. حالا موقتی یا دائمی نمیدونم. ولی اون موقع قطعا یه چیزیش بود. کلی استعداد موسیقی داشت. به اون قشنگی که پیانو میزد از خود بی خودمون می کرد. ولی متاسفانه از خودش انتظار بیشتری داشت. استعدادشون اونقدر بود که بتونه توی دنیای محدودی که توش زندگی میکرد جلو بره. ولی اونقدر نبود که خودش رو به دنیای بزرگتر برسونه. هرقدر هم تمرین میکرد نمیتونست به سطحی که آرزوش رو داشت برسه. یادت هست چقدر جدی و توی خودش بود؟ وقتی رفت هنرستان موسیقی فشار روش بیشتر شد و کم کم شروع کرد به رفتارهای عجیب کردن. سکرو سر تکان داد ولی چیزی نگفت. آکا گفت زیادم غیرعادی نیست. داستان غم ولی در دنیای هنر مدام اتفاق میافته. استعداد مثل یک ظرفه هر قطع هم خودتو به آب و آتیش بزنی اندازه ظرف عوض نمیشه فقط یه مقدار مشخص آب میگیره نه بیشتر سکرو گفت حتما از این اتفاقا زیاد میفته مطمئنم ولی اینکه بگه توی توکیو من چیز خورش کردم و بلا سرش آوردم این حرفا دیگه از کجا اومد؟ قبول ممکنه مشکلات ذهنی داشته ولی این قصه یهو از آسمون که نازل نشده بود. آکا سرتکان داد. قصن چرا؟ از آسمون نازل شده بود که اصلا راستش برای همینم اولش باور کردی. توی مغزمون نمی رفت که شیرو همچین چیزی رو از خودش درآورده باشه. سکرو شهری باستانی را مجسم کرد مطفون زیر شنها و خودش را نشسته بالای یک تل شنی خیره به خرابه های بی جان. ولی بین این همه آدم چرا من؟ جواب تو نمیدونم. شاید شیرو یواشکی از تو خوشش میومد. برای همین وقتی تنهایی پاشدی رفتی توکیو از دستت عصبانی شد. ازت ناامید شد. شاید هم به تو حسودی شده بود. شاید دلش میخواست از این شهر خلاص بشه. در هر حال الان هیچ جور نمیشه فهمید انگیزش چی بوده. تازه برفرض که اصلا انگیزه ای در کار بوده. آکا همچنان با فندکش بازی می کرد. گفت یه چیز دیگه هم هست که می خوام بدونی. تو رفتی توکیو ولی ما چهارتا توی ناگویا جا موندیم. نمیخوام ازت انتقاد کنم ولی تو به هر حال زندگی تازه ای رو شروع کرده بودی. توی شهری تازه. در نتیجه ما تا اینجا توی ناگویا مجبور شدیم به هم نزدیک تر بشیم. متوجه ای چی میخوام بگم؟ که در این صورت واقع بینانه تر بود که منو به اسم غیر خودی کنار بذارین تا شیرو رو. نه؟ آکا جواب نداد ولی آهی دراز و بی کشید. بین ما پنجتا تو شاید از همه پوسکولفتر بودی. دست کم از نظر احساسات. اونقدر بچه آرومی بودی که کارت واقعا غیر منتظره بود. ما چهارتا که جاموندیم اونقدر شجاع نبودیم که مثل تو دل به دریا بزنیم ترسیدیم شهری رو که توش بزرگ شده بودیم ول کنیم و بریم ترسیدیم با دوستای اینقدر صمیمیمون خداحافظی کنیم نتونستیم از لاک گرم و نرممون بیرون بیاییم این کار همونقدر سخت بود که یک صبح سرد وسط چله زمستون بخوایم از رخت خواب گرم و نرم در بیایم. اون موقع هزار جور توجیه قابل قبول برای خودمون تراشیدیم. ولی میبینم که چقدر حرف الانم درسته. ولی از موندن که پشیمون نیستی. نه فکر نکنم. دلیلای به درد بخور برای موندن کم نبود. منم تونستم ازشون به نفع خودم استفاده کنم. ناگویا جایی که ارتباط ها و آشنایی های محلی آدم و خوب بالا میکشه. یه مثالش همین رئیس مؤسسه اعتباری مصرف کنندگان که روی کار من سرمایه گذاری کرد. این آقا سالها پیش گزارش کارهای داوطلبانه ما رو توی دبیرستان تو روزنامه خونده بود. برای همین بود که به من اعتماد کرد. من شخصا از کارهای داوطلبیمون دنبال سود نبودم ولی یهو یه اینجوری نتیجه داد. خیلی از مشتریای ما هم از شاگردای سابق پدرم توی دانشگان توی حلقه کاسبی در ناگویا یک شبکه اجتماعی بسته این شکلی وجود داره و استاد دانشگاه ناگویا مثل یک مارک معتبره ولی من اگه رفته بودم توکیو هیچ کدوم اینا اتفاق نمی افتاد. گم و گور می شدم. اصلا به چشم نمی اومدم. موافق نیستی؟ سکرو ساکت بود. فکر کنم اینجور دلیلای کار بردیم در اینکه چرا هیچ کدوم از ما چهارتا هیچ وقت از شهر نرفتیم نقش داشتن. ما به انتخاب خودمون توی وان آب گرم خیس خوردیم و ازش پا بیرون نذاشتیم. ولی حالا فقط من و آویم که هنوز اینجاییم. شیرو مرد و کرو هم شوهر کرد و رفت فندلاند. من و آو عملا توی یک خیابونیم ولی هیچ وقت قرار نمیذاریم. چرا؟ چون قرارم که بذاریم حرفی نداریم بزنیم. میتونی یه لکسوس بخری. اون وقت حرف دارین بزنی. آکا چشمک زد. من یک پرشه دارم. با سقف تارگاه. غیر اوتوماتیک شش دنده. دنده که عوض می کنی حال معرکه داره. مخصوصا وقتی دنده معکوس می زنی. تا حالا پشتش نشستی؟ نه. عاشقشم حاضرم نیستم چیز دیگه ای بخرم. ولی میتونی برای شرکتت لکسوس بخری. بزن به حساب شرکت. من مشتریایی دارم که شرکت هاشون وابسته به نیسان و میتس و بیشیه. برای همین نباید اصلا فکرش رو هم کرد. سکوت کوتاهی در پی آمد. سکرو گفت تو هم به مراسم شیرو رفتی؟ آره رفتم. بزار بهت بگم به عمرم چنین مراسم غمانگیزی ندیده بودم. نه قبلش دیده بودم نه بعدش همین الانشم هم فکر کردن بهش قلب آدم و درد میاره آو هم بود کرو نتونست بیاد فندلاند بود داشت بچه دار میشد چرا به من خبر ندادین که شیر و مرده آکا مدتی چیزی نگفت با نگاه خالی به او زل زد. با چشم های نامتمرکز. بالاخره گفت واقعا نمیدونم. مطمئن بودم یکی بهت میگه. شاید آو. هیچ کس به من نگفت. تا همین یه هفته پیش اصلا خبر نداشتم که مرده. آکا سر تکان داد و چرخید. انگار بخواهد از نگاه خیره او رو برگرداند. به پنجره زل زد. فکر کنم ما کار وحشتناکی کردیم من نمیخوام زورکی رفتارمون رو توجیه کنم. ولی باید درک کنی که چقدر گیج و منگ شده بودیم. نمیفهمیدیم چی کار میکنیم. خیالمون راحت بود که حتما خبر قسل شیرو رو میشنوی وقتی توی مراسم پیدات نشد گفتیم لابد برات سخت بوده که بیای سکرو لحظه ای ساکت ماند بعد گفت شنیدم شیرو توی هاماماتسو کشته شده آره تقریبا دو سالی میشد اونجا بود تنها زندگی میکرد و به بچه ها پیانو یاد میداد. توی مدرسه پیانوی یاماها تدریس می کرد. جزیاتشو نمی دونم که چرا پا شده بود رفته بود هاماماتسو. ولی قاعدتا توی همین ناگویا هم میتونست کار پیدا کنه. چه جور زندگی داشت؟ آکا سیگاری از توی پاکت درآورد. لایه لبهایش گذاشت و بعد از مکسی کوتاه روشنش کرد. حدود شیش ماه پیش از مرگش مجبور شدم برای کاری به هامامات برم. بهش زنگ زدم و به شام دعوتش کردم. اون موقع دیگه هر کدوم از ما چهارتا تا به راه خودش رفته بود و خیلی کم میشد هم دیگر رو ببینیم. هر از گاهی تماسی با هم می گرفتیم ولی نه از این بیشتر کارم توی هاماماتسو زودتر از چیزی که انتظارش رو داشتم تموم شد و کمی وقت آزاد داشتم میخواستم بعد از مدتها شیرو رو ببینم آرومتر و خونسردتر از چیزی بود که فکر میکردم یه جوری بود انگار خوشحال بود ناگویا رو ول کرده و داره از زندگی در یک جای تازه لذت میبره با هم شام خوردیم و از گذشته ها حرف زدیم. رفتیم یه رستوران معروف توی هاماماتسو که مارماهی ژاپنی داشت. چند تا لیوان آبجو خوردیم و خوش گذروندیم. جا خورده بودم که میتونه راحت بنوشه. ولی به هر حال فضای کمی تنش داشت. منظورم اینه که مجبور بودیم حرف یک موضوع به خصوص و وسط نکشیم. این موضوع به خصوص من بودم؟ آکا نگاهی جدی به رو انداخت و به تایید سرتکان داد. هنوز معذبش می کرد. فراموش نکرده بود. ولی جز این در ظاهر کاملا رو به راه بود. کلی خندید و به نظر می رسید از حرف زدن لذت می بره. همه ی حرفاش عادی بود. به این نتیجه رسیده بودم که جای جدید بهش ساخته ولی یه چیزی هم بود دوست ندارم حرفشو پیش بکشم ولی دیگه مثل قدیماش جذاب نبود سکرو کلمه ها را تکرار کرد صدایش انگار از دور دست می آمد جذاب نبود آکا گفت نه جملم درست نیست چطور اینجوری بگم قیافش که طبیعتا مثل سابق بود و با هر جور معیاری هنوز بی برو برگرد دختر قشنگی بود اگه از نوجوانیش نمیشناختیش میگفتی خوشگله ولی من از قبل میشناختمش خوبم میشناختمش برای همین هیچ وقت یادم نمیره چه قیافه گیرایی داشت. ولی شیروی که حالا رو به روی من نشسته بود این گیرایی رو نداشت. آکا اخم مختصری کرد. انگار آن صحنه را به یاد آورده باشد. دیدن شیرو تو اون وز خیلی دردناک بود. قلبم از جا کنده شد وقتی دیدم اون دیگه اون چیز سوزانی رو که قبلا داشت نداره. وقتی دیدم دیگه اثری از اون چیز برجسته که تو وجودش بود نیست. وقتی دیدم اون چیز ویژه دیگه نمیتونه مثل قدیما تکونم بده. دود سیگار آکا بالای زیر سیگاری به هوا می رفت. آکا حرفش را ادامه داد. شیرو اون موقع تازه سی سالش شده بود و هنوز جوان بود. لباسای خیلی ساده ای تنش بود. موها رو گوجه ای بسته بود و میشد گفت آرایش نداره. ولی حرفم این نیست. اینا فقط شاخ و برگه. حرفم اینه که اون برقی رو که قبلا داشت اون سرزندگی رو از دست داده بود همیشه در اون گراه بود ولی ته ذاتش یه چیز زنده پرشر و شور داشت که خودش هم زیاد ازش خبر نداشت اون نور اون برق و درخشندگی قبلا درز میکرد بیرون از لای ترکا نشت می کرد بیرون. حرفمو می فهمی؟ ولی بار آخر که دیدمش همش رفته بود. انگار کسی دزدکی رفته باشه پشت سرش از برق کشیده باشدش. اون برق تر و تازه و درخشنده اون چیزی که به عینه از بقیه متمایزش میکرد غیب شده بود دیدنش قصه دارم کرد اصلا ربطی به سن و سالم نداشت یعنی صرفا چون سنش بالاتر رفته بود این شکلی نشده بود وقتی شنیدم خفش کردن درب و داغون شدم واقعا دلم براش سوخت. هر ماجرایی که ممکنه پشت این قضیه باشه باز شیرو سزاوار این طور مردن نبود. ولی وقتی خبر مرگش رو شنیدم بی اینکه دست خودم باشه احساس کردم که شیره جونش قبل از اینها مکیده شده بود. اصلاً خیلی پیش از این که به قتل برسه. آکا سیگار را از زیر سیگاری برداشت. پک عمیقی زد و چشمهایش را بست. گفت یه حفره بزرگ توی قلب من جا گذاشت. هنوزم پر نشده. سکوت شد سکوتی سنگین و عمیق سکرو پرسید یادت هست اون قطعه پیانویی رو که شیر و زیاد میزد یه قطعه کوتاه لوملد و پی آکا فکری کرد و سرتکان داد نه یادم نیست تنها چیزی که یادم میاد اون قطعه معروف از صحنه های کودکی شومان بود. ترام رای، رویا، گاهی وقتا اینو میزد ولی از قطعه ای که تو میگی چیزی نمیدونم. چرا میپرسی؟ سکرو گفت دلیل خاصی نداره. همینطوری یادش افتادم. به ساعتش نگاه کرد. خیلی وقت تو گرفتم. دیگه باید برم. واقعا خوشحالم که تونستیم اینطوری حرف بزنیم. آکا توی سندلیش بی حرکت ماند و چشم از سکر رو بر نداشت. قیافش بی احساس بود. مثل آدمی که به لیتوگراف خامی که هنوز چیزی رویش حک نشده زل زده باشد. پرسید. عجله داری؟ نه اصلا میتونیم یه کم دیگه حرف بزنیم؟ آره حتما من حسابی وقت دارم آکا چیزی را که میخواست بگوید پیش از گفتن سبک سنگین کرد تو الان دیگه واقعا زیاد از من خوشت نمیاد نه؟ سکر و زبانش بند آمد سؤال قافلگیرش کرده بود ولی انگار درست هم نبود که احساسش را به آدمی که روبه رویش نشسته تا سطح یک معادله ساده دوگانه دوست داشتن و دوست نداشتن پایین بیاورد. سکرو کلمه ها را با احتیاط انتخاب کرد واقعا نمیتونم بگم. احساسات من قطعا با اون وقتها که نوجوان بودیم فرق میکنه. ولی آکا دستش را بالا آورد که ساکتش کند. رو درواسی لازم نیست. منم لازم نیست کاری کنم که تو به زور ازم خوشت بیاد. الان دیگه هیچکس از من خوشش نمیاد. جز اینم انتظار نمیره. حتی خودمم از خودم زیاد خوشم نمیاد. قبلا چند تایی دوست واقعا خوب داشتم. تو یکی از اونا بودی. ولی یه جای زندگی از دستشون دادم. همون جور که شیرو یه جایی اون برق مخصوص رو از دست داد. ولی دیگه نمیشه برگشت. نمیشه جنس و بعد اینکه باز کردی پس بفرستی. مجبوری باهاش بسازی. دستش را پایین آورد و گذاشت روی پایش و با ریتمی نامنظم تپ تپ به کاسه زانویش زد. انگار بخواهد پیامی را با مرس بفرستد. پدر من اونقدر استاد دانشگاه موند که عادت استادهای دانشگاه رو پیدا کرد. توی خونه همیشه جوری بود انگار درس اخلاق میده. همیشه از بالا نگامون میکرد. من خیلی بدم میومد. حتی تو همون بچگی. ولی یه جا یهو یه به خودم اومدم. دیدم خودمم دارم عین اون حرف میزنم. همچنان به کاسه زانویش میزد. همیشه احساس میکردم کار وحشتناکی با تو کردم. آره درسته من یعنی ما حق نداشتیم با تو اینجوری کنیم. احساس میکردم یه روز باید درست و حسابی ازت معذرت بخوام ولی یه جورایی هیچ وقت نتونستم. سوکورو گفت مهم نیست. اینم یکی دیگه از وضعیت که برگشتی در کارش نیست. آکا ظاهرا غرق فکر شده بود. بالاخره گفت سوکورو یه خواهشی ازت دارم. چه خواهشی؟ چیزی است که میخوام بهت بگم. شاید بشه اسمشو گذاشت اعتراف. اعترافی که تا حالا پیش هیچ کس نکردم. شاید دلت نخواد بشنوی. ولی من دلم میخواد درد خودم رو بیرون بریزم. میخوام بدونی که چی روی دوشم بوده. نه اینکه بگم جبران همه دردایی رو که تحمل کردی میکنه. فقط مسئله احساسات و عواطف خود منه. گوش میدی بگم. محض خاطر قدیما. سکرو سر به تایید تکان داد. نامطمئن از اینکه حرف قرار است به کجا کشیده شود. آکا شروع کرد. برات تعریف کردم که چطور تا وقتی واقعا به کالج نرفته بودم نمیدونستم که برای زندگی دانشگاهی ساخته نشدم. اینم گفتم که تا وقتی کار توی بانکو شروع نکردم نفهمیدم که برای زندگی کارمندی هم ساخته نشدم. یادت هست؟ یه جورای خجالت آوره. شاید چون هیچ وقت یک نگاه اساسی درست و حسابی به خودم ننداخته بودم. ولی همش این نیست. تا ازدواج نکردمم نفهمیدم که چقدر به درد زندگی مشترک نمیخورم. چیزی که میخوام بگم اینه که آدم رابطه زن و مرد نبودم. میدونی چی میخوام بگم؟ سکر و ساکت بود. آکا ادامه داد. میخوام بگم از زن زیاد خوشم نمیاد. سکوت عمیقی بر اتاق حاکم شد. سکرو هیچ صدایی نمیشنید. از اول هم اتاق ساکتی بود. سکرو برای شکستن سکوت گفت زیادم نامعمول نیست. راست میگی زیاد نامعمول نیست ولی یهو یه در یک نقطه از زندگی با این واقعیت روبرو شدن سخته. خیلی سخت. نمیشه همینجوری با کلی بافی پس بزنیش. چطور بگم مثل اینه که شب تک و تنها روی عرشه کشتی واسداده باشی و یک مرتبه پرت بشی وسط اقیانوس سکرو به هایدا فکر کرد به اینکه چطور در خوابش بود فرزش این بود که در خوابش بود یادش می آمد آن موقع چقدر گیج و منگ بود پرت شدن از کشتی تک و تنها وسط دریا در سیاهی شب تشبیهش درست زده بود وسط خال سکرو به دقت کلمه ها را انتخاب کرد و گفت به نظرم فقط لازمه که با خودت رو راست باشی. هرقدر میتونی. کاری که میتونی بکنی همینه که تا جایی که ازت بر میاد رو راست و آزاد باشی. متاسفم ولی جز این چیزی نمیتونم بگم. آکا گفت میدونم که خودت میدونی ولی ناگویا با اینکه یکی از بزرگترین شهرهای ژاپنه از یک جنبه اصلا بزرگ نیست جمعیتش زیاده چرخ صنایعش خوب میچرخه آدماش پول دارن ولی انتخابات اونقدر محدودن که قافلگیر گیر میشی برای امثال ما ساده نیست که اینجا زندگی کنیم و همچنان با خودمون رو راست باشیم و آزاد. یک تناقض اساسی نه؟ هرچی توی زندگی پیشتر میریم یواش یواش بیشتر میفهمیم کی هستیم. ولی هر قدر بیشتر میفهمیم کی هستیم خودمونو بیشتر از دست میدیم. سوکورو گفت امیدوارم همه چیز برات خوب پیش بره. واقعا امیدوارم. صادقانه همین احساس را داشت. دیگه از دست من عصبانی نیستی؟ نه از دست عصبانی نیستم. از دست هیچ کس عصبانی نیستم. سکورو ناگهان دید وقت خطاب کردن آکا همان امایه آشنا را به کار برده. آخر سر به روالی طبیعی به اینجا رسیده بود. آکا تا پای آسانسور با سکرو آمد. قدم زنان توی راه رو گفت شاید دیگه فرصتی پیش نیاد دوباره ببینمت. برای همین یه چیز دیگه هم هست که میخواستم بهت بگم. از نظر تو که ایرادی نداره. سکر رو سرتکان داد. توی سمینارای آموزشی برای کارمندهای تازه وارد اولین کاری که میکنم اینه که به دور تا دور سالن زل میزنم. یه نفر رو انتخاب می و ازش می خوام بلند بشه. بعد اینو میگم. یه خبر خوب برات دارم و یه خبر بد. اول خبر بد. قرار ناخونای دستت یا ناخونای پاتو با سیمچین بچینیم. متاسفم ولی تصمیمیه که دیگه گرفته شده و عوض نمیشه. بعدش از توی کیفم یک سیمچین گنده ترسناک در میارم و به همه نشون میدم. یواش جوری که خاطر جمع بشم همه خوب میبیننش. بعد میگم حالا خبر خوب. تو آزادی که بین ناخونهای دستت یا ناخونهای پات انتخاب کنی. کدومش؟ ده ثانیه وقت داری تصمیم بگیری. اگه نتونی تصمیم بگیری هم انگشتای دستتو میچینیم هم پاتو. بعد شروع میکنم به شمردن. بیشتر آدم ها هفتش ثانیه بعدش میگن انگشتای پا. میگم باشه پس انگشتای پا. من با این سیمچین میچینمشون. ولی قبلش میخوام یه چیز رو به من بگید. چرا انگشتای پا رو انتخاب کردی؟ نه دستو. طرف معمولا میگه نمیدونم. فکر کنم دردشون یک اندازه باشه ولی چون مجبور بودم یکی رو انتخاب کنم پا رو انتخاب کردم. من نگاش میکنم. گرم تشویقش میکنم و میگم به دنیای واقعی خوش اومدی. سکرو بی اینکه چیزی بگوید به صورت ظریف دوست قدیمیش زل زده بود. آکا چشمک زنان و لبخند به لب گفت به هر کدوم از ما آزادی انتخاب دادن. نکته داستان همینه. در نقره‌ای آسانسور بی لغزید و باز شد. و آنها با هم خداحافظی کردند.